سلام گرم به شما بینندگان محترم نوید محمدزاده هستم با زنگ سلامتی هشتادم در خدمتتون امیدوارم که همیشه شاد و خورم باشین و با سلامتی بتونید زندگی خوبی رو داشته باشید در این برنامه در ادامه بحث قبلی هفته قبلی به راه رفتن میپردازیم و در برنامه قبلی در را به طی راه رفتن گیت آنالایز و بیماری های مختلف و اثراتی که این بیماری ها رو نحوه را رفتن ما داشتن صحبت کردیم و خوشبختانه خیلی مورد سوال شما قرار گرفت و کامنت ها و فیدبک های خیلی خوبی رسید خیلی ممنونم که این برنامه ها رو همچنان فالو میکنید و خیلی ها به طور مرتب نگاه میکنید و بازم هر سوال و نظری داشتید ممنون میشم با ما در تماس باشید و نظراتتون همیشه باعث پیشرفت و بهتر شدن این برنامه خواهد شد در برنامه امروز در رابطه با راه رفتن و اثرات و فواید اون رو مسائل سلامت بدن نگاه میکنیم و میخوایم ببینیم که راه رفتن چه تاثیرات مثبتی برای بدن ما داره و چه تاثیرات منفی یا جراحت هایی میتونه ایجاد بکنه خب همینجوری که همتون میدونید و همه به نحوی در طی روز به اندازه های متفاوتی راه میریم حالا چه تو خونه چه تو بیرون چه محیط کار یه چیزی که تمام ما صبح تا شب باهاش سر و کار داریم و به همین دلیل میخوایم ببینیم که واقعا تاثیرات مثبت راه رفتن بر روی بدن چیا هست و چقدر بایستی راه بریم و در چه مواقعی نبایست را بریم و غیره اول از همه این نکته رو بهتون بگم که در طی یکی دو دهه اخیر و حتی قبل از اونم تحقیقات خیلی زیادی راجع به راه رفتن و گیت آنالایز شده چرا که در واقع لور اکستریمیتی یعنی در پاها را از نظر علمی لوکوموتور بدن مینامند در واقع مثل همون لوکوموتور قطار که تمام قطار رو میکشه پشت سرش پاهای ما به عنوان لوکوموتور بدن هستند و تمام فعالیت های را رفتن ایستادن نشست و برخواست های ما توسط پاها انجام میشه و راه رفتن هم بزرگترین تأثیر رو اول از همه رو پاها داره و به همین دلیل هرچی بیشتر ما راه بریم طبیعتا سلامت بهتری داریم و سلامتیمون روبرو بیشتر میشه و از همه مهمتر اگه باز به بحث پیشگیری نگاه بکنیم را رفتن تأثیرات خیلی خوبی بر روی برای پیشگیری بیماری های مختلف داره مونتا اینکه این چقدر باشه و کجا راه بریم و کجا و چجوری راه بریم اینا را میخوایم یکم بیشتر بشکافیم امیدوارم که بهترین استفاده را از این برنامه هم داشته باشید خب را رفتن در برنامه گذشته اشاره کردم که وقتی یک بیماری پیش میاد این را رفتن ما سیستمش به هم میخوره دلیل اصلی اونم اینه که بدن میخواد خودشو با یک سیتویشن یک شرایط جدید وفق بده و بتونه به راه رفتن ادامه بده پس میبینیم که راه رفتن چقدر مهمه و هر کدوم از شما خدا نکرده چند روز مریض شدین میفتین تو خونه و روی تخت میمونید حس کردین که بدنتون چقدر سریع در واقع به عقب میره و ضعیف میشه تحقیقات مختلفی انجام دادن وقتی که یک نفر به عنوان مثال با شکستگی مچ دست میره بیمارستان و سه چهار روز اونجا میمونه بعد اینکه اینو مرخص میکنن میبینن که در طی چند روز این شخص نمیتونه بیشتر از چند دقیقه راه بره هیچ مشکلی با پاهاش نداشته ولی به خاطر ایموبالایز شدن یا در واقع عدم حرکت روی تخت بیمارستان سری مایچه ها و مفاصل و بافت‌های دیگه پاها یا همون لوکوموتور بدن ضعیف میشن و شخص دچار خستگی میشه با چند قدم راه رفتن خب این یه مقدمه ای بود برای راه رفتن و شرایط اون که به جزئیاتش در ادامه برنامه میپردازیم اول از همه بایستی ببینیم که ما چقدر نیاز داریم به راه رفتن خب اگه بخوایم به این سوال جواب بدیم بهترین روش رجوع به تحقیقات هست و خوشبختانه همونجور که گفتم تحقیقات خیلی زیادی شده و اکثر اونها یا در واقع میتونیم بگیم همه اونها مردم رو تشویق میکنن که ما بایستی حداقل بین نیم ساعت تا چل دقیقه در روز راه بریم و اثرات راه رفتن چرا خوبه برای بدن برای اینکه اول از همه مایچه های پاها کار میکنه و وقتی که مایچه پاها چون بزرگترین مایچه های بدن هستن کار میکنن در موقع راه رفتن انرژی بیشتری مصرف میشه کالری بیشتری استفاده میشه و بهترین اثرش کم کردن وزن بدنه و اگه شما از اضافه وزن رنج میبرید بیاین برای یک ماه این روش رو امتحان کنید ماشین رو بذارید کنار وسایل نقلی دیگر رو بذارید کنار روزی نیم ساعت تا محیط کار یا برای خرید یا برای چیزهای دیگه به جای این وسایل نقلیه از پیاده رفتن استفاده بکنید باور کنید سر یک ماه حداقل شما سه کیلو وزن کم میکنید فقط با همون روزی نیم ساعت پیاده روی و این ثابت شده این علمیه من از شما درخواست میکنم که حتما به این روش ادامه بدین خیلی راحت و سریع میتونید وزنتون رو به دلخواه برسونید فقط با روزی نیم ساعت تا 45 دقیقه پیاده روی. اثرات دوم روی بدن اینه که وقتی که ما راه میریم درسته های پاها این کارو انجام میدن ولی در کنارش اگه دقت کرده باشیم دستامون هم مرتب به جلو عقب حرکت میکنن حتی خیلی یواش هم که راه بریم یه حرکت کوچولویی تو دستامون داریم از اونور همجور که بارها تو برنامه مختلف گفتم منطقه لگن ما به چپ و راست میچرخه و خب اینم باعث حرکت در ناحیه کور بدن یا ناحیه کمر بدن میشه از اونور نفس کشیدن های ما زیاد میشه باعث میشه که تمام مایچه ها و بافت های دور قفس سینه بیشتر کار بکنن پس اگر نظر فیزیکی به راه رفتن نگاه کنیم یکی از ورزش هایی که تمام بدن در واقع کار میکنه و طبیعتا بعد سه 4 دقیقه راه رفتن حس میکنید که ضربان قلبتون یکم بیشتر شده نفس کشیدنتون بیشتر شده و تمام اینا رو سیستم گردش خون و رو قلب شما و از همه مهمتر رو بافت های شش شما تاثیر میذاره و اینا را بهتر میکنه چون همجوری که قبلا هم اشاره کردم ورزش حالا در اینجا راه رفتن جزء ایروبیک اکتیویتی میشه به خاطر نفس کشیدن بیشتر برای اینکه نیازی به اکسیژن داریم تو ورزش ایروبیک و وقتی که نفس بیشتر میکشیم در واقع شما ششتون رو دارین تمرین میدین از اون ور چون قلب بایستی مرتب پام کنه و خون به اعضای بدن برسونه باز قلب شما داره ورزش میکنه پس تمام بدن رو میشه ورزش داد به نحوی از اون ور میبینیم که ورزش و یا حالا راه رفتن رو بیماری ها و مشکلات معده چقدر تاثیر خوبی داره کسانی که بر فرض ناراحتی معده از قبیل ترش کردن و غیره دارن بیان یک ماه امتحان کنن روزی نیم ساعت پیاده روی کنن و همینجا اشاره بکنم که متاسفانه اخلاق ما از نظر فرهنگی مشکل داریم که همیشه اکثر مردم بعد نهار که اونم خیلی سنگینه میگیرن میخوابن تمام اینا در نهایت باعث بیماری هایی میشه که به موقعش با اونا پرداختی ما خواهیم پرداخت پس وقتی که ما راه میریم تمام اعضای بدن ما در واقع کار میکنند از پاها، مایچه پاها، مفصلها، لیگامنت ها، ناحیه کمر، ناحیه قفس سینه، دستا، شونه و به همین دلیل چون تمام سیستم بدن رو با کار میندازیم اثرات خیلی زیادی داره و میتونه خیلی مفید و مؤثر باشه چه در درمان بیماری ها و چه در پیشگیری اگه به درمان بیماری ها نگاه کنیم یه نفر که مفصل ران یا زانو عوض کرده از همین فرداش دکتر میگه یا فیزیوتراپیست اینو کمک میکنن که راه بره یا برای شکستگی ها و بیماری ها و جراحت های مختلف دیگه پاها شخص وقتی که احساس درد داره با عنوان مثال به مینیست که زانو نگاه بکنیم که جراحت پیدا کرده وقتی که درد داره ناخداغا فعالیت هاشو کمتر میکنه وقتی که میاد پیش فیزیوتراپیست ما چه کار میکنیم دوباره با یه سری تقویت ها و بهتر کردن ثبات زانو و مدالتی های مختلف دیگه اولین کاری که میکنیم اگه این شخص راه نمی رفت اینو به راه رفتن تشویق میکنیم و یا اگه نیاز باشه از وسایل مختلف مثل اصا و در سری شرایط یکی یا دوتا و یا روش های متفاوت استفاده میکنیم که شخص هرچه سریعتر به راه رفتن برگردونیم چون Uh, میگم عدم راه رفتن یعنی تعطیل کردن تمام مکانیسم های بدن به نوعی و به همین خاطر یه شخص که باز یه مثال دیگه بزنم تو بیمارستان یه هفته مجبوره بمونه بعد مخصوصا اگه طوری باشه که بیماریش نتونه راه بره و فعالیت فیزیکی داشته باشه بعد سه چهار روز خیلی از این بیماران ناراحتی معده پیدا میکنن برای این برای اینکه راه رفتنی و یا فعالیتی نداشته و چون همش دراز کشیده تمام سیستم معده به هم میخوره مهمترینش هضم نشدن غذا و ده ها مشکل دیگه کلا کل سیستم معده خوش میشه سفت میشه در یه سری شرایط خیلی میتونه وخیم هم بشه همتون حس کردین میدونین چیزی که تقریبا هممون تمرین کردیم و تجربه داریم به نحوی و فقط هدفم اینه که شما تشویق بشین و بدونین که چه شرایطی برای راه رفتن بهتره و چه شرایطی خوب نیست. خب پس در کل میتونیم بگیم که راه رفتن برای همه خوبه حتی بیمارهایی هم که داشته باشیم باز توسط فیزیوتراپیست و دکتر تشویق میشین که به راه رفتن ادامه بدین و در یه سری شرایط حاد و مخصوص نباید راه برین یا با اثر راه برین که اونم به موقعش پیش فیزیوتراپیستتون میرین و بهتون میگه و کلا دیس ادوانتاج یا ضررات راه رفتن چیزی نداریم که بگیم مگه اینکه یه شخصی بیماری خاصی داشته باشه حالا برگردیم به این موضوع که چجوری ما بتونیم این راه رفتن رو افسایش بدیم یا بیاریم تو برنامه روزانمان تا به این فوایدی که اشاره کردم دست یابیم اول از همه اون پرسنال گول در واقع بایستی یه هدف داشته باشیم برای خودمون وقتی که ما حس میکنیم مقدار ورزش و فعالیت فیزیکیمون مخصوصا به خاطر این زندگی ماشینی کم شده بایستی یه هدف بذاریم برای خودمون و این میتونه بارا رفتن شروع بشه چرا؟ چون یه چیزیه که هممون میتونیم انجام بدیم حتی اگه شما با لباس مرتب و شیکوتر و تمیزم میرین سر کار باز میتونین 20 دقیقه پیاده روی بکنید اگه فرصت دارید میتونین برین تو پارک ها اگه موقعیت پیش میاد روزهای تعطیل برین کونوردی اگه فرصت پیش میاد برین کنار دریا به هر حال شرایط برای راه رفتن همیشه محیاست و احتیاج به هیچ در واقع دلیلی نداره ما نمیتونیم هیچ بهونه بیاریم برای راه نرفتن پس اولیش همون هدف شخصیه دومیش برای اینکه بتونیم موتیویت بشیم و بتونیم به راه رفتن ادامه بدیم میتونیم در گروه ها و یا با یکی دو تا دوست قرار بذاریم هفته ای دو سه دفعه در شرایط و ساعات مختلف بریم راه رفتن که اینم خیلی راحته معمولا همه میتونن اینو به دست بیارن با یه تماس کوچولو میتونیم با یکی دو تا دوستاتون هماهنگ کنید هفته ای دو دفعه سه دفع یا هر روز بریم برای پیاده روی سومیش اینه که تو یه سری گروه های مختلف که در شهرهای مختلف و جاهای مختلف به این هدف درست شدن عضو بشید واکینگ گروپ میگن معمولا خیلی زیاده تو همین لندن شاید صدها گروه اینجوری داریم که میتونی یکی عضو یکی از اینا بشین اینا رو معمولا بر مبنای سن و شرایط محیطی و غیره طوری انتخاب میکنن که با همسن سالهای خودتون یا میکس یا بالاخره شرایط طوریه که شما میتونید خیلی اونجا احساس راحتی داشته باشین و این ورزش به این خوبی را مرتب انجام بدین یکی از روش های دیگه برای اینکه بتونیم به این کار عادت بکنیم استفاده نکردن از ماشینه مخصوصا در شرایطی که شما احتیاجی نیست مسافت طولانی را برید به عنوان مثال 20 دقیقه نیم ساعت تا محیط کارتونه میتونید راحت از پیاده روی استفاده بکنید یا با قطار و اتوبوس میرید سر کار دو ایستگاه زودتر پیاده بشید و 20 دقیقه پیاده روی بکنید برمیگردین خونه سه ایستگاه زودتر پیاده بشید و خوشبختانه این روشی که من پیشنهاد کردم خیلی از افراد اینو انجام دادن چه از بیمارای خودم چه از بینندگان محترم و خیلی موثره چون همونجور که گفتم زندگی ما ماشینی شده از اونور رفت آمدای ما همش با وسایل نقلی است از اونور محیط کارمان فعالیت فیزیکی خیلی کم شده پس وقتی به کل سیستم نگاه میکنیم میبینیم که فعالیت های ما روز به روز کمتر میشه و به همین دلیل ما بایستی به اینا توجه بیشتری داشته باشیم چون عدم فعالیت عدم حرکت یعنی بیمار کردن بدن یکی از روش های دیگه که میتونید برای راه رفتن استفاده کنید با خونواده خودتون بعد نهار بعد شام با بچه هاتون برید نیم ساعت بیست دقیقه پیاده روی بکنید هم برای شما خوبه هم برای بچه ها اون هم تشویق میشن یاد میگیرن و هستن تعداد خیلی زیادی که این کارها را به طور مداوم انجام میدن ولی خب باز یه این بار این مسائل رو ریویو میکنیم و امیدوارم که کسانی که انجام نمیدن تشویق بشن و این ورزش به این خوبی و به این مهمی را تو برنامه زندگیشون بیارن یکی از روش های دیگه ای که میتونید استفاده بکنید برای خرید های روزانه است همه ما ها در طی روز یا هفته چند دفعه میریم خرید خب پنج دقیقه ده دقیقه یا یه رو ماکسیموم تا شاپینگ سنتر یا مغازه محل زندگی من فاصل است اینو از همین الان شروع کنیم پیاده بریم معمولا اکثر خریدو هم 5 6 کیلو بیشتر نیست همه میتونن اون راحتی بیارن یا میریم لباس بخرید میرید وسیله دیگه بگیرید عادت کنیم ماشین رو کمتر استفاده بکنیم چون همین که شما به یک سری ورزش ها عادت بکنین دیگه زندگیتون از اون به بعد با اون ورزش ها پیش میره نمیتونید حتی یه نفرم بهتون بگه نکنید شما انجام میدین چون بدن نیاز داره بدن آثارش رو پی برده و لذت میبره و از این طرف ده ها هرمون و مسائل عصبی تو بدن پیش میاد نظر فیزیولوژی و غیره که شما به اون کار عادت میکنید و در واقع یکی از عادت های خوب در واقع عادت کردن به ورزش امیدوارم که هممون بتونیم به جای چیزهای بد به ورزش عادت بکنیم و مسائل زیاده روش هایی که شما بتونید خودتون نوآوری بکنید از پنج دقیقه تا یک ساعت وقتتون هدر ندید به جای نشستن برین راه و به همین دلیل از خود شما ها باعث این نوآوری شروع بشه و هرکی بر شرایط زندگی و کاری خودش بتونه این نیم ساعت تا 45 دقیقه پیاده روی را تو برنامه زندگیش پیاده بکنه پس این از مسائل شرایط شخصی که امیدوارم همتون موفق بشید در ادامه برنامه میخوایم ببینیم که راه رفتن رو شرایط مختلف یا زمین های مختلف چه تأثیراتی رو بدن داره یکی رو آسفالت را میره یکی رو بتون را میره یکی رو خاک را میره یکی رو کنار دریا ماسه رو چمن پس بالا رفتن پله توی آب را رفتن کونوردی به راه رفتن روی آسفالت و بتون و مقایسه اون با چمن که خیلی بحث مفصلی هست میپردازیم تحقیقات خیلی زیادی دوباره در این مورد شده و اثرات خیلی خوبی پیدا شده برای موقعی که افراد روی یک سرفیس یک سطح ساف نرم را برند خب اگه دقت بکنیم آسفالت و بوتون در واقع خشکن ولی وقتی که شما رو کانکریت یا بوتون برفرد را میرید به خاطر اون خشکی که داره فشارهای زیادی به بافت‌های مختلف پاها و مایچه ها وارد میشه حتی یه تحقیقی گفته که به خاطر این فشاری که موقع برفر دویدن رو بوتون یا آسفالت خشک به بدنتون وارد میشه رو سلول‌های خونی هم حتی اثر می‌ذاری که اکسیژن رسانی به پاهاتون کم میشه یکی از اثرات دیگه اینه که به بافت های بدن جراحت وارد میکنه مخصوصا دویدن رو سطح خشک مثل بتون و آسفالت و اینا میتونه شامل پلانتر فاشیاتیس باشه که یک بافتی یک لیگامنت و مایچه کف پاتون هست اون میتونه جراحت پیدا بکنه و همچنین شین سپلیتس در واقع اون مایچه جلوی پا که شین بون میگن این میتونه جراحت پیدا بکنه با خاطر اون فشاری که میاد از اون ور وقتی که رو سطح خشک را میریم فشاری که به مفصل مثل انکل یا زانو وارد میشه بیشتره پس تمام تحقیقات به این نتیجه رسیدن که راه رفتن روی چمن بهتره برای اینکه تمام این فشارها کمتر به پاها وارد میشه و از همه مهمتر ریلکس ترین شما روی چمن معمولا چمن جایی که هوای آزاد داره اکسیژن بیشتر داره ولی کانکریت و آسفالت تو شهرها هستن معمولا پیاده روی ها شامل اینا میشه پس بازم بهترین جا برای راه رفتن اگه شرایطی دارین اینه که برید تو پارک ها و یا جاهایی که چمن و یا مشابه اون هست را برید چون اثرات دوچندانی داره از اون ور دود ماشینا کمتر موقع پیاده روی چون نفس بیشتر میکشید و به اکسیژن بیشتری لازم دارید و قیره که در کل میتونه بگیم راه رفتن روی چمن و سطح های صاف و نرم خیلی بهتره و همچنین رو کنار دریا رو ماسه ها وقتی را میرین البته خیلی از حقیقات اینو باز یک سری فواید میبینن برای اینکه وقتی به عنوان مثال رو چمنی که بالا پایین هست سطحش یا کنار دریا رو ماسه ها را میرین مخصوصا رو ماسه ها چون پا میره بالا و پایین داخل ماسه اثرات خیلی خوبی رو مایچه ها و تاندون ها و مفاصل ما داره چرا که اینا رو در شرایط معمولی به اون حرک دامن حرکتی نمی و به همین دلیل دوشندان فایدهش رو میبریم مسئله دیگه را رفتن برمیگرد رفتن رو پله میتونیم به عنوان ورزش استفاده بکنیم ازش تمام ما دسترسی به پله داریم سعی کنیم به جای استفاده از آسانسور از پله ها استفاده بکنیم راه رفتن پله اینقدر وسیع که شما میتونیم به عنوان ورزش ازش استفاده بکنید قشنگ بریم بالا بیایم پایین از بغل بریم بالا از بغل بیایم پایین با حالت لانجز یک در پله بریم بالا بیایم پایین تمام اینا اثرات خیلی خوبی برای سلامتی شما داره نکته دیگه ای که مهمه راه رفتن البته شبیه همین پله است کونوردیه وقتی که شما کونوردی میکنید یا پله بالا و پایین اثرات خیلی زیادی برای شما داره چون مایچه ها انرژی بیشتری مصرف میکنن کالری بیشتری مصرف میکنن و در وزن شما میاد پایین قوی تر میشین و سالم تر و نکته دیگه ای که راجع به راه رفتن هست کفش هستن که اینم خیلی دوستان اشاره میکنم وقت تموم شده من سر اینو بگم کفش هستن البته برای کفش پاشنه بلند من برنامه جداگونه ای میذارم ولی سعی کنیم با کفش پاشنه بلند را نرید موقع راه رفتن معمولی هم کفش های راحتی داشته باشید و از همه مهمتر محکم بنداشو نبندین کفش بزرگی یا کوچک نباشه و مواظب پیچ خوردن مچ پاتون باشین و اگه احیانا پاتون پیچ خورد پیشخون رو حتما درمان کنید چون این پیش خوردن رو در واقع سپرائن، انکل سپرائن یا استرین میگن بعضی ها یکم تفاوت دارن باعث میشه که شما کمر درد بگیرید زانو درد بگیرید به حال مسئله را رفتن خیلی بیشتر از این بود من متاسفانه فرصت نشد همه رو بگم امیدوارم که مورد استفاده قرار گرفته باشه اینجا به آخر برنامه میرسیم شما رو به خدا میسپارم تا برنامه بعد روز روزگار خوش خدا نگهدار هر سوال و نظری دارید از طریق وبسایت با من در تماس باشید خوشحال میشم بتونم کمکی بکنم خدا نگهدار